به اجازه دکتر صاحب عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه، به اجازه برادرم همسنگر دایی ما بودیم، حانیدم یکی همسنگرای نزدیک ما محترم استاد صاحب محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، شاکر کارگر رئیس دفتر ریاست جمهوری دکتر صاحب پرامن، معاون اول شورای عالی مصالحه نادر صاحب وزیر شورای عالی صلح و دیگر وزیر صاحبای محترم، وکیل صاحبای محترم، اینجا هم سناتورا از مشران جرگه، اولیسی جرگه، همگی مولا و صاحبای محترم، لالای صاحب عشقدی، یکی از دوستای ما، حداقل تا 20 سال یک جای مبارزه میکنیم، خداوند جایش جنت داشته باشه و راضی قماندان ولایت قندهار، یک جا پلانای بسیار خوب داشتیم به خاطر مبارزه با علیه تروریسم، خداوند جایش جنت داشته باشه. از شما مردم کابل و اعضای پرافتخار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و اواخاها و طرفدارای شخص خود ما اینجا میبینیم، از همهتان، از استقبال گرمتان بسیار تشکر سپاسگزار. و دوستا، ما همیشه دکتر صاحب عبدالله محقق صاحب در شورای امنیت بودیم، در جلسه های کابینه بودیم، بر ارتباط صلح همیشه این پیش قدم بودیم، پیشگام بودیم، همیشه مطرح میکردیم و یک طرح داشتیم، دائم میگفتیم امیر وطنه که بگوییم حلوا حلوا گفتن دان شیرین نمیشه، هم سل 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 گفته بشینیم سل به خود نمی آیا. از یک طرف هم ما از امکانات خود کار بگیریم، شهرهای خود باز بکنیم، ولسوالی های خود آزاد بکنیم، ولسوالی های سقوط خوردگی خود آزاد بکنیم. این ما دولت هستیم، ما گروپ کدام مسلم مثل طالب مخالف دولت نیستیم. شکر خدایا حمایت جامعه جهانی را به خود داریم، اول هم داشتیم حالی هم داریم، اما پیشنهاد میکردیم. خب به هر صورت بازم همه پیشنهاد او روز در مصاحبه خودم واجم طلوع نود بود، آریانه نود بود، گفتیم یا بی بی تی بود، رئیس صاحب جمهور جمع کنم همه رهبرای سیاسی را، رهبرای عذاب و شخصیت های ملی را، بسیار یک مرحله اساس تاریخی قرار داریم. بعد یا آلی اگر گپای خرد ریزه، گپای زیر پا افتاده، یا این نشد آن نشد، این گپا را کلی شب بگذاریم. امروز اینطور یک مرحله اساس قرار داریم، جزئی‌ترین غفلت کنیم
در تاریخ افغانستان ما ابداً ابداً بعضی جوان ها کلان میشه، مطالعه میکنند، تاریخ ها میخوانند، ما را محکوم میکنند. همگی ما متحدانه تصمیم گرفتیم و از این جمهوریت، از این سیستم، از این نظام همگی ما، نه تنها و تنها ما، تنها و تنها گپ زدن با این کشور برو، این کشور برو مخالف هستیم، برای از اینکه تجربه خوب نداریم. ما شاید از همه رهبرا کرده زیادتر به همه کشور زیاد سفر کرده باشیم، ولیکن در اینطور اساس مرحله، اینطور شرایط اساس پیشتر غفلت کردیم. ما کابل از دست نمیتیم، قندهار از دست نمیتیم، وزیبرتان میگم پکتیا خوست از دست نمیتیم. ما متوجه باشیم جغرافیا را از دست میتیم. دشمنای مردم افغانستان به خاطر گرفتن قدرت، شریک شدن حتی به این نظام ما ترمید، ما بیاد داریم در شبرغان گفتیم بسیار در یک روز مکت صاحب می پامن مزار نمی پام، چند بار نصرالله بابر و عزیز و استخبارات پاکستان تمام سفیرایش و ملا غوث وزیر خارجه طالبا، سای سفیرا وزیر خارجه پاکستان هم در مهمانخانه ما در جوز جان بود، روزانه چهار پنج دفعه که رفت آمد بود استاد در قندهار، برو بیا، ما کشمکش داشتیم. او نیدم اینجا از همه صحبت ها پا میدیم ما، یکی ما را وزی گفتن، یکی همه که ششتگی ها در جلسات، برو گفت اینجا چی میکنی؟ بخی برو از دریای او طرف، گفت اینجا تو را در دریای او طرف هم نمیمانیم. به خاطر در عمق گپا هستیم، به خاطر امروز ما هم آمدیم امرای رئیس های جلسه بگیریم، دیگر رهبرای سیاسی را هم ببینیم. در صلح هم اگه ما دست ما بالا هست، اگر صلح نشد پس را اجازه نتیم که این وضعیت پیلی ما را برهم بزنه. با قاطعیت ما نه به صفت مارشال دفاع از این نظام، دفاع از این سیستم، دفاع از امنیت، آرامش اینمی نسبی که داریم به همه نقاط افغانستان بلد هستیم، از خوز گرفته تا قندهار و قلات، هرات و جلال آباد و کنر و لغمان و همه جای. رئیس فیصله کنه، رهبرا فیصله کنه، ما امروز روز سرباز است، امروز روز نیروهای شجاع دفاعی ما هست، سربازا و هم از پلیس و اردو همگی این روز برشان تبریک میگم و برشان ما هم از سربازی با مارشالی رسیدیم و دعا میکنیم از قاطع سربازا، این کماندیا مثل ما چندین قهرمانا با امید خدا میبرای آینده. شما میبینید
مورال خدا همطور بلند نگاه بکنم ما حالا بخیر هوای خود گب نمیدنیم دشمن شکست میتیم میگه وطنکی گب ما از خراسان دور باشه پایگه نزدیکه معلوم میشه پایتله شود گب یعنی چیه هوایی یک بیا یکان گب از توان ما مردم میایه نمیایه به این خاطر و هم به مردم کابل هم به همه مردم افغانستان به همه سربازایی که دفاع از وطنشان دفاع از سنگرشان دفاع از امنیت ما و شما جانهای شیرین خدا دادن به همه ایشان و جایشان بیشت برین از خداوند متعال خواهان هستیم بادمندایشان خداوند صبر جمیل بته به شما خبرنگارا هم تلفات داریم برای شما هم و اعضای خانواده خبرنگارا هم تسلیه در داریم و زخمی های که هست از خداوند خواهان هستیم خداوند زودتر شفای عاجل بته و بالخصوص مردم کابل دهی اواخر خیلی تلفات داد خیلی تلفات داد کارهای اینا را سعی کنید در سنگر میکنید در قلردو میکنید در پوسته ها حمله میکنید دوستم میدنه میکشید دیگر از نوش جانه این مردم های بیگناه این طب علی سیاست ای چی گناه دارم همه تو خو میری در بین همه حقان خیلا اما زیادتر همه گلویر ما همه حقانه یک خود بچه شدیدگی هستم از چرا این مردم بیگناه را میزنی تبلا را میزنی مکاتب را میزنی پو همتونه کار مسلمان نیست نیست کار یک نامردانه کار است یک نامردانه کار است که وقتی که هیچ کار کده نتانه خب دستور نداشته باشه ذهنیت مردم مورال مردم علیه دولت نظام یک ذره تحریک میکنه بیا این رقم عملیات هیچ یک گروه هیچ یک آدمی که کلمه مبارک خوانده باشه همونطور کار نمیکنه اب بیا اول با ما موتر بم بسته میکنی موتر نم هلیکوپتر پیدا میکنی این همی جای ما اما آدرت ما اب میزنی دستت آمد بزن نزده لیکن رئیس جمهور شورای امنیت پیتله کنه ما میدنیم ایره واضح درستان میدنیم لیکن مردم رو بیگونه رو ندن مردم بیگونه بیچاره رو ندن مسجد رو ندن مدرسه رو ندن او حیبت الله خیل او ملا براده او ملا فاضل ما ملا فاضل خود نان نمک شده گیتم و میمان ما بود بسیار وقت ای چه رقم جنگ هستی به خاطر دکتر صاحب عبدالله به ارتباط پروسه صحبت کردن ما اضافه تر به ارتباط پروسه صلح گفتی نداریم گفتم که ما خاطیت از پروسه صلح حمایت میکنیم و نتیجه نداد آمده دفاع از این نظام هزی سیستم بگویم جمهوریت بگویم با خاطیت آمده هستیم گف می امن شما شاید از خواد بودید
ما رفقای او کسای هستیم قهرمان ملی خدا بخش عامر صاحب شهید عامر صاحب مسعود چطور کنیم چه رقم میکنیم دان پنشیر دشمن آمد در تخار دشمن آمد آلی گفته بود که همه کلایش نشان داده بود یک اینمی قدر جای کلای ما جای بانه از وطن دفاع میکنیم ما رفیقا و همسنگرای او کسای هستیم آلیخ تمام افغانستان را داریم تمام ولایت را داریم گفتم که یک بلس جغرافی هم بانه دفاع میکنیم به این خاطر ما برده قاملارم بر کتا قوقا باشقه هم بار تشکر سلدم بو مسئله روب جان مسئله ایشان بابا بلانه کردم یادم اکیلده مراد بلانه کردم ترکمه قاملادن هم کیگم بخالم شاقه مونه قسمان مینم تاپکن برسن سلا گفلانم اطبا حکمت تازده دیم با مونه سلا فکر کمیده دوستم و حکومت هم بی تفاوت دیم اما هنگ شوزق لبورات پس و این هم من بو جلسه مطرق لمن طبعا آبزگیم آیتا در آیتا بجامر کوشش کنگن دیده خلوزن کن کوشش کلاوز اقلو انترک بز مارا کرای نیچه روز یول عیرتان یول واقینه نما بولده خانه ثابت قاملانه بوترلانه جازه برده اور مواد خوراک خانچه بلنکید برده مردم کابل اشیا بیکار و نفوس نام خدا 20 میلیون بلند مهاجر کب وقت تیل تاپل مسا گاز تاپل مسا بشقه مواد خوراک پوپراغی هم شعیرتان و آقینه و شو شیرخان بندر شولدن کلده مونه می تشکلی قلمش قاملدن کب عجله هم قمسن کب بنده شکم بولی برسن خدا ناخسته اوش راب جانده خودن برب کلمایلی مونه مونه بی تفاوت قمائی بس شون چاسله کلده آتاسه پامله همه تن تشکلی پادگذاری قلمان او راب جان او آتاسنم غغلو بسه بزنه مولاده بود اونم بزن عیتب که بی تفاوت مار خلوزه کیان کوشت قلبی آتب بز این هم باز هم گپ ما به ارتباط نیروهای امنیتی و دفاعی ما این روز که امروز روز سرباز است به همه هم از جنرالایش و سایمان سبا و تمام سربازا در سنگر هستن به همه ایشان از صمیم قلب تبریک میگم ما عادی عادی گپ میزنیم لیکن خوب فکر کرده پشت سرا را سنجیده گپ میزنیم مطمئن باشم ما رای ما حق از جنگ ما جنگ ما جنگ حلال است جنگ ما اصل جنگ است ما این میدان جنگ میبریم ما واقعی ما قهرمانای دفاع از افغانستان هستیم ما برشان بربر از اینا اطمینان به مردم افغانستان اطمینان میتیم با شما اطمینان میتیم جنگ خاتمه داده نمیتانیم طالب از شکست داده میتانیم اطمینان برای مردم افغانستان میتیم
یه هوایی هوایی گب نمیزنیم دیگه اضافه تر حرف نمیزنیم از همه استقبالتان از شما تشکر سپاسگزار از دکتر صاحب عبدالله هم مارشال پیشنهاد کردین ما را امروز هم خوب پذیرایی کردین در سلم ما هم در خالیتان هستیم و قوت خب جنگ اگر بشه میگنم خب اونو چکنم ما مردم چکنم باز دیگه باز شما اجازه میتیم یک سر چه بکنیم کلاه ما را یک دفعه دکتر صاحب راست کرد دیگه دفعه آمدی دختر میره قبل ای اینمی قربنی 42 سال میشه 43 سال ما درشیه از کریم قدر 44 سال شده باشه 44 سال هیچ چم کلاهم راست نشد آمین ایتو دا 444 کماندو سرباز بودم ایتر قپاقا را خوردگی هست اما گوشم چنگ کدمه با خاطر امی کجماندن کلا نمیفهمی چی منرش هست چی شد هر چی قیتر میکنم باز میگه یکی کلای تراز کن هر جا اینمی چلی سه چلی چار سالی راست نشد اینمی کلا که ما چه دیگه تشکر از سواجیتان بسیار خوش شدیم تشکر از